Kimlere kaldı dünya, dolu boşaldı dünya, kimlere kaldı dünya. سلام، وقت شما بخیر. ممنونم که با کانال آموزش مشاورین املاک همراه هستین. بالاخره تونستیم از هزار تا رد بشیم و یک کیلویی شدیم در این دنیای پلتفرم یوتیوب. خیلی ممنونم از همراهی تک تکتون. دست تک تکتون رو میبوسم. خیلی با معرفتین. ممنون که همراه من هستین. واقعیت امر اینه که همونطور که سال 1401 این ویدیو رو ساختم، امسال هم میخوام یه پیشبینی در حد توان از بازار مسکن در سال 1402 داشته باشم. کما اینکه خدا شکر پیشبینی‌های ما بهتر از اون دوستان در اومد و ویدیو اونم خدا شکر ویو خوبی خورد و فکر میکنم بازم نشون داد که توی این بازار ملک تجربه خیلی بیشتر از شاید علم و فن اقتصاد به کار بیاد. ما سال گذشته برخلاف اون که دوستان گفته بودند اگر برجام نشود با یک رکود خیلی سنگین همراه خواهد بود و با قیمت ملک قیمت واقعی نیست و ملک سقوطی رو تجربه خواهد کرد که در 40 سال گذشته نکرده و کاش حرف اونا میشد. متاسفانه اینطور نشد و ملک 5 بار سال گذشته دچار تورم شدید شد و در واقع معدل قیمت ملک در تهران که حدوداً متری 30 میلیون تومان بود تا 33 میلیون به گزارش مرکز آمار به متری 55 میلیون رسید، که وقتی نگاه میکنیم مثلا در محدوده انقلاب بخوایم نگاه کنیم به عنوان مرکز شهر که معدل این موضوع باشه، میبینی در تهران به متری 60 میلیون رسیده که تقریبا یه گپ و یه فاصله با اون نرم داره. این اعداد و ارقامی که میگم از سایت آمار هست و یه گزارش خوبی رو سایت انتخاب نوشته بود، تو بخش اقتصادی لینکش رو قرار میدم. به اون گزارش هم سر زدیم و از اونها از اعداد و ارقامش کمک گرفتیم. ببینید واقعا توی دنیای امروز که همه دنبال این هستند که اقتصاد رو به حال خودش رها کنن، به سبک لیبرالیسم و آزادی سرمایه و این حرف ها و قیمت های دستوری نباشه، شاید این کار دولت که ورود نکرد به نظر عقلانی و علمی بیاد. ولی اصولا برای کشور ما همیشه تاثیرگذاری دولت ها روی قیمت ملک زیاد بوده، ولی به هر حال دولت مشکلاتی داشت با توجه به تحریم ناجوانمردانه ای که داره کشورمون میشه و واقعا امکاناتش نیست. دولت انقدر مشکلات ریز و درشت جلوی دستش هست که مثل پدری که خرید خونه شاید وقتی براش میسر باشه که یه پول خوب داشته باشه یا یه پسنداز خوب کرده باشه، دولت هم الان امکان ورود به این قضیه رو نداره. مضاف بر این که چه در دوره مسکن مهر و بعد اگه اشتباه نکنم اسمشو نوشتم طرح اقدام ملی مسکن در سال 98 برای دولت قبلی و نهضت ملی مسکن در دولت جدید، ما اتفاقی ندیدیم و هنوز اون آپارتمان‌های مسکن مهر یا املاکی که ساخته بودند حتی بعضیش نیمه کار است و دلیل اصلیش عرض کردم همین تحریم‌های ناجوانمردانه، فضای اقتصادی که در کشور حاکم هست، نرخ بیکاری، سود و بهره بالای بانکی، اینا باعث میشه که دولت نتونه این کار انجام بده. مگه اینکه دولت بیاد یه کاری انجام بده، یه خط اعتباری رو در نظر بگیره و به بانک‌ها اعلام کنه که از اون طریق به بازار ملک کمک کنن. منتهی امر این که برای سال 1402 ما با یک بخشی طرف هستیم به عنوان خریداران یا متقاضیان و با بخش دیگه به عنوان فروشندگان و یا تولید کنندگان عرصه ملک و ساختمان. حالا چه میخواد یه آپارتمان 5 طبقه تک واحدی تولید کنه، چه اون که یک شهرکی رو تولید کرده که چندین دستگاه آپارتمان 30 واحدی 40 واحدی درونش هست. ما در واقع الان
ادامه روندی که در 3 ماهه پایانی سال 1401 در بازار شاهد بودیم، فروشنده ها تعلل می کنن و بهش میگن تورم انتظاری. یعنی شما انتظارت این است که وقتی دلار انقدر رفته بالا، خب قیمت ملک هم باید بره بالا، و انتظارت این است که با توجه به این اخباری که میشنوی و صحبتهایی که میشنوی و عدم تغییری که فعلا اتفاق افتاده، انتظار میکشی که تورم شکل بگیره. برای همین فروشنده های ما صبر میکنن تا اینکه ملک 20% دیگه رشد کنه و ملکشون رو در نقطه جوش بازار در بالاترین حالت ممکن بفروشن. خود این باعث میشه که فایلی در بازار نباشه، و علارغم اینکه دولت و همینطور دستگاه های نیمه دولتی دارن به کارمنداشون وامای نسبتا خوبی رو میدن که اینا برن تو بازار و خرید ملک کنن و بازار را بیفته، موردی نیست که بخرن. به قدری فروشنده ها به تجربه رسیدن که آقا الان وقت فروش نیست، که اصلا فایل نیست. یعنی من با خیلی از همکارای با تجربه هم که صحبت میکنم، مشکل اینو دارن که فروشنده ها فروشنده نیستن. امشب ازشون قیمت میگیری، فردا مشتری میبری، وقتی میخوای قرار بذاری میبینی 10%، 15%، مثلا میبینی توی ملک 5 میلیاردی 500 میلیون فرقشه وقتی میخوان 10% روی قیمت بذارن. حالا کاش 10% باشه. عددها عجیب و عجیب و غریب داره بالا میره. من فکر میکنم نکته ای که بخواد الان دولت وارد بشه یه مقدار پیچیده است، به خاطر اینکه سود بانکی که دولت میخواد بده 18%، الان حداقل بانک‌ها 20%. این فاصله میفته رو دوش دولت. خیلی از قراردادهایی که بسته شده بر اساس متر مربعی برای ساخت، تازه اون موقع بالا گرفتن متری 4.5 تومن بوده که الان صحبت از متری 8 تومن 10 تومنه. تو همین گزارش انتخاب دیدم که مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفته بود در تهران متری 15 میلیون آپارتمان ملک فقط ساختشه، یعنی بدون احتساب زمین، و با این قیمت‌ها به نظر میاد که حداقل در کوتاه مدت شاید دولت نتونه که ورود کنه که بخواد تو بازار اثرگذار باشه روی قیمت‌ها. کماکان مشکل بازار مسکن در ایران مسئله عرضه است. یعنی ما به تعدادی که متقاضی داریم، این همه جوانی که خونه ندارن، خانواده تازه تشکیل دادن و وارد بازار شدن و میخوان خونه بخرن، ولی خونه نیست. و تازه به نظر من این خونه هایی که الان تو بازار هست با میلگرد کیلوی 12,000 تومان پارسال ساخته شده، و اینایی که میخوان امسال تازه با میلگرد کیلوی 24,000 تومان وارد بازار بشن، یه مقدار مسائل پیچیده تر میشه. با این حال میگم این بخش عرضه باید بیشتر بشه. دولت یه قولی داده بود بر اساس ساختمان متری 1 میلیون ساختمان تولید کردن یا 1 میلیون واحد مسکونی تولید کردن. خود اونم یه مشکلاتی داره. ما تجربه اینو در زمان مسکن مهر داریم. خب وقتی یه چنین ساخت و سازی میشه، دیگه کارگر نیست، بنا نیست، کاشیکار نیست، کاشی نیست، سرامیک نیست، کمه. یعنی واسه یه چنین ساخت و ساز عظیمی خودش باعث یه فومو در بازار میشه و مصالح ساختمانی و حقوق دستمزد کارگرا به حدی بالا میره که دیگه اونایی که خصوصی دارن یا شخصی دارن میسازن، دوباره قیمت متر مربعی که براشون در میاد بیشتره. اون چیزی که من تجربه کردم برای ساختمون سازی این است که یه ساختمون ساز میگه آقا من این پولو مثلا 1 میلیارد تومان وارد بازار کردم، اگه اینو میذاشتم بانک سال بعد مثلا به هم 1,250,000 میداده. خب پس اگه 250 میلیون سود کنم، سود بانکیم بوده. یکی مثل خودم هم داره کار میکنه، مثلا حقوق خودم هم مثلا ماهی 40 میلیون، ماهی 30 میلیون، 50 میلیون، صبح ساعت 4 صبح بری گود برداری تا شب گرفتار کارگر و این حرف ها. مثلا یه عدد مثلا 20 ماه اگه یه ساختمون طول بکشه، مثلا 400-500 میلیونی هم برای خودشون در نظر میگیرن. مضاف بر این که میگن تورم هم بالفرض 30% 40%. کسی که وارد بازار سرمایه میشه، برای اینکه قانع بشه بفروشه، بعد این پولا رو در بیاره، یعنی دست کم 30-40% سود بکنه، مضاف بر این که یه حقوقی هم برای خودش که این همه سال رفته اومده شهرداری، دارایی، ثبت، با این سیستم بروکراسی خیلی کند و چوبلای کارت گذاشتن کار کنه، برای همین بعد برای خودش هم یه مبلغی رو در نظر بگیری. یکی از مسائلی که ما داریم تو همین بخشه، یعنی
واقعا حالا سوای استانداردهایی که باید رعایت بشه، مسائل عمرانی که باید رعایت بشه، به نظر میاد خیلی از وقتا چوبلی کار کار معمار یا سازنده گذاشتن، انقدر که اذیتشون میکنن و هر کسی میخواد از این بازار پرسود مسکن یک درآمدی برای خودش داشته باشه که یه مدار به نظر من میشه اینو خیلی مکانیزه کرد، خیلی سامانه هوشمندی رو براش در نظر گرفت که هم تخلفاتش به راحتی دیده بشه و هم درآمدها توش شفاف بشه. به نظرم این خیلی جای کار داره و امیدوارم که توی این جاها ورود کنن. میدونم خیلی مهندسای خوب دارین، خیلی اقتصاددانای خوب دارین، ولی خیلی وقتا آدمایی مثل ماها که درگیر بازار هستیم و مدام باهاش در چالش و تجربه هستیم، شاید بتونیم نکاتی رو بگیم که به راحتی به ذهن کسایی که میخوان خیلی موضوع رو علمی و دیتیل و حقوقی و به قول معروف آکادمیک نگاه کنن نیاد. کما اینکه فکر میکنم این دوتا پیشبینی ما در مقابل سروران خودم که هر دو مثل دکتر صادق الحسینی تحصیل کرده خارج و دنیای اقتصاد هستن، پیشبینی های ما بیشتر نزدیک به واقعیت هست. نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، بازار مسکن تقریبا 30% نقدینگی کشور داره، 13% تولید ناخالص کشور داره و 40% از سهم سرمایه کشور اینجاست. تازه من فکر میکنم بیشتره، یعنی همه ما اگه تو بورس سود کنیم، اگه پول بازنشستگیمون رو بگیریم، اگه پسنداز کنیم، حتی اگه ارث به اون برسه، هر اتفاقی برسه و پولی به دستمون بیاد، شاید جز گزینه اول یا دوم حتما ملک است. من که گزینه اولم همیشه ملک و فکر میکنم خیلی از کسایی هم که سرمایه دارن با ورود به بازار مسکن از طریق اجاره ارزش اسمی سرمایه خودشون رو حفظ میکنن. جنبندی من چیه؟ جنبندی من اینه که اگر بازم فروشنده ها گرفتار این تورم انتظاری بشن و هی بگن که خب پس دلار قراره بره بالا، ملک هم پس روش میکنه، پس فعلا نفروشیم، تا چیزی نخریدیم نفروشیم و همینطور اتفاقی در نرخ بهره بانکی نیفته برای خریداران ملک، بازار ملک همین شکل داغ و با تورم دست کم 20% همراه خواهد بود. تنها چیزی که میتونه این رو یه ذره تغییر بده یه گشایش اقتصادی، حالا میتونه برجام مانندی باشه، میتونه طولانی شدن این مدت خودش باشه، چون بالاخره فروشنده باید از طریق فروش ملک بدهی ها و اون مسائل مالی که برای خودش ایجاد کرده پر کنه و پاس کنه و بالاخره وارد بازار میشن. و من فکر میکنم بخش اعظمی از این فروشنده ها وقتی ملکشون رو بیارن وارد بازار بشن، چون مارکت کپ گسترده یه خیلی سرمایه داره، ولی وقتی یه مقدار عرضه و ازش بیشتر و بهتر بشه، یعنی وقتی یه آژانس میری 4 تا آپارتمان داشته باشه بهت معرفی کنه، نه اینکه یه دونه باشه اونم زیر میزی رفاقتی دلش بیاد به تو معرفی کنه، یا دیوار رو 10 سطح بالا پایین کنی 4 تا ملک بغیر از طبقه 4 بدون آسانسور یا آپارتمان بدون پارکینگ گیرت بیاد. من فکر می‌کنم اگه این اتفاق بیفته و عرضه بیشتر بشه، هرچند من فکر نکنم قیمت پایین بیاد، ولی یه مقدار بالانس میشه. بالانس یعنی چی؟ مثلا ارزش اسمی ملک در شهر شما 50 میلیون تومان، خب یه عده اومدن گوشتن 58 56 60 میلیون 65 میلیون و با خودشون گفتن حالا که نمیفروشیم ولی اگه خواستیم بفروشیم بذاریم 10 تومن بالاتر بفروشیم. خب این بالانس شدن زمانیه که تعداد فروشنده ها بیشتر میشه و رقابت دیگه سوای زیبا ساختن و نقشه خوب داشتن و این حرفا روی قیمت هم میاد، یعنی با خودش میگه فلانی گذاشته اینقدر من تیپ 500 تومن کمتر بدم ملک من زودتر فروش میره. اون واقع است که به نظر من ما یه بالانس قیمت خواهیم داشت. یعنی سال 1402 اگر شرایط به همین منوال طی بشه احتمالاً دوباره 20-30% شاید هم یه مدار بیشتر ما تورم داشته باشیم، ولی بغیر از این که اگر گشایشی در کار بشه حتماً
قیمت ها اصلاح خواهند شد و بالانس خواهند شد. اگر این مدت طول بکشه و همین شرایط در بازار حاکم باشه، ما به بازار مهر به بعد که برسیم انشالله بعد محرم سفر، که معمولا مردم ما خیلی هاشون معتقدن تو محرم سفر معامله نمی کنن، احتمال خیلی زیاد با توجه به عرضه بیشتری که شکل میگیره احتمال داره که مدار قیمت ها اصلاح هم بشن و بازار یه ذره راه بیفته. کماکان فکر میکنم بازار اردیبهشت و خرداد خیلی بازار خوبی باشه، حتما بازار داغی خواهیم داشت و ملک به خوبی خرید و فروش خواهد شد و فکر میکنم اگه سال گذشته رو هم چک کنیم یه تغییری در بازار ملک ایران اتفاق افتاده و اون بازاری که سالهای گذشته مخصوصا دهه 80 70 میخورد به شب عید بازار خوب میشد، این انتقال پیدا کرده به این ور سال و اون گدابهارهای قدیم دیگه نیست و ما در بهار بازار خوبی داریم. میخوام ویدیو طولانی نشه، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم برای سرمایه‌تون. کماکان به شما دلگرمی میدم که ملک بهترین گزینه سرمایه گذاری برای همه دنیا و به خصوص در کشورهای مثل ایران هست و امیدوارم ملکای خوب بخرین، براتون برکت کنه و شمایی هم که دنبال خرید ملک هستین از هر جایی که شده شروع کنین، حتی اگه ملک کوچیک، زمین کوچیک، فعلا استارت کنین و هی سرمایه‌تون از ارزش نیفته تا بتونین در این بازار پیشرفت کنید و ملک‌ها و آپارتمان‌های بهتری رو بخرید. قربون شما، انشالله سال خوبی پیش روی همه باشه. خدا رو شکر همراهی شما باعث دلگرمی منه، امیدوارم که همراهیتون همیشه با ما پایدار و گرم باشه و ما رو تنها نذارین، با لایک و کامنت حمایت کنین. ممنونم از وجود تک تکتون، انشالله موفق و منصور باشین. مخلصیم.